گاهی میشه با استفاده از هیپنوتیزم توهماتی رو به افراد القا کرد. کسایی که هیپنوتیزم میشن میتونن چیزایی رو که بهشون گفته میشه ببینن و حس کنن. چه اون چیزا واقعیت داشته باشه، چه واقعیت نداشته باشه. زیگموند فروید، روانکاو معروف، به همراه همکارش بروئر بیماری به نام آنا داشتن که دچار توهمات پیچیده‌ای بود. فروید و بروئر توی کتاب معروفشون مطالعاتی در باب هیستری در مورد کیس آنا مفصل توضیح دادن. آنا به سختی میتونست احساسات و تفکراتشو بیرون بریزه، ولی با این حال آدم خیال پردازی بود. اون بعضی وقتا به یه جور وضعیت خلسه وارد میشد که فروید به اون میگفت خود هیپنوتیزم. آنا توی این وضعیت خلسه تصاویر واضح و گاه وحشتناکی رو میدید. مثلا موهای خودش رو میدید که مثل مار شدن. آنا وقتی به حالت معمول خودش برمیگشت یادش نمیومد که توی وضعیت خلسه چه توهماتی داشته. ولی وقتی بروئر اونو هیپنوتیزم میکرد توی وضعیت هیپنوتیزم یادش میومد که قبلن چه تصورات و توهماتی داشته. بروئر شرح میده که آنا ممکن بود گاهی وسط یه مکالمه دچار توهم بشه. مثلا یه درخت خیالی رو ببینه و ازش بره بالا. اون وقتی توهمش تموم میشد یادش نمیومد که چی دیده و چی گفته. اما وقتی دوباره هیپنوتیزم میشد تمام اون تصاویر به یادش میومد. بیماری آنا و این وضعیت خلسه اون بعد از مرگ پدرش دائم بدتر میشد و توهماتش همینطور بیشتر میشد. اون هر روز بیشتر از واقعیت جدا میشد و توی خیلی از مواقع به کل داشت توی توهماتش زندگی میکرد. توی بعضی افراد همراه شدن استرس با تضادهای درونی منجر به چند پارگی خودآگاهی میشه. خیلی از افرادی که تجربه ضربه روحی یا PTSD دارن دچار توهمات میشن. خیلی از افرادی که عزیزی رو از دست دادن یا مثلا افرادی که از اردوگاه‌های آلمان نازی جون سالم به در بردن تجربه توهمات بصری و شنیداری پیچیده توشون معمول هست. اما آنا تونست بعد از مدتی از توهماش جدا بشه و زندگی عادی رو ادامه بده. نکته جالب اینه که هیپنوتیزم میتونه خودش به افراد توهماتی رو القا کنه. دو دانشمند توی سال 1966 توی یه مقاله شرح دادن که موقع هیپنوتیزم کردن یه فرد به اون گفته بودن که یه تبل با خطوط راه راه در حال چرخیدن دور سرش هست. فردی که در حال هیپنوتیز بود سر و چشمانش رو طوری حرکت میداد تا این تبل غیر واقعی رو که پزشک گفته بود در اطراف سرش در حال چرخشه ببینه. مدیوم ها یا همون افرادی که روح احضار میکنن هم گاهی به یه جور حالت خلسه وارد میشن و چیزای عجیب میگن. این مسئله همیشه برای علم یه سوال بزرگ بوده. پژوهشگرای زیادی به این جلسات احضار ارواح می رفتن و سعی می کردن با مطالعه دقیق افراد و شرایط محیطی درک کنن چطور این مدیوم ها با ارواح مردگان ارتباط برقرار می کنن. ویلیام جیمز یکی از این پژوهشگرا که به تعداد زیادی از این جلسات می رفته معتقد این افراد نه شارلاتان هستن و نه آگاهانه دروغ می گن. اون معتقد این جور فعالگیرا گاهی به حالتی وارد میشن که توش میتونن توهماتی رو تجربه کنن. اون میگه این افراد در واقع خودشونو هیپنوتیزم میکنن و توهماتشون بر اساس سوالاتی شکل میگیره که مشتریهاشون ازشون میپرسن. نور کم توی جلسات ارتباط با ارواح و اشتیاق افرادی که به اونا مراجعه میکنن برای دونستن جواب سوالاشون رسیدن به این حالت خلسه رو راحت تر میکنن. خیلی از مذاهب روشایی دارن که با استفاده از اونا میشه به این حالت خلسه رسید. رقصای خاص، تمرینای روحانی، مدیتیشن و استفاده از ساز و موسیقی‌های خاص
منجر به ایجاد وضعیتی شبیه به هیپنوتیزم میشه و توی فرد تغییرات روحی و توهماتی رو ایجاد میکنه. یه مردمشناس به نام لوئرمن برای مطالعه گروهایی که توی انگلستان به جادو میپردازن وارد گروهاشون شده بود. با اونا زندگی کرده بود و مراسم و آیناشون رو در کنارشون انجام داده بود. اون توی یکی از کتاباش ادعا میکنه افراد توی بعضی از این مراسم چشماشون رو میبندن و سعی میکنن داستانی رو که رهبر گروه میگه توی ذهنشون تصور کنن. لوئرمن میگه بعد از اینکه یک سال این مراسم رو با گروه مذهبی خاصی انجام داد، متوجه شد که تصورات ذهنی خودش خیلی پررنگتر و عمیق‌تر از قبل شده و هر بار میتونست جزئیات بیشتری رو از چیزی که به خودش تلقین میکرد تصور کنه. این داستان به جایی رسید که اون یه روز صبح موقع بیدار شدن از خواب داستانی رو که شب قبلش توی یک کتاب خونده بود با جزئیات خارق‌العاده‌ای جلوی چشمش دیده بود. این که بتونیم از نظر علمی بگیم تلقین یا خود هیپنوتیزم چه تأثیری روی رفتارهای روحانی و مذهبی افراد داره کاری بی نهایت سخت است. مشکل اصلیش هم اینه که تصورات و توهمات در ذهن ما میگذرن و خود ذهن و محتویاتش هنوز برای ما به درستی درک نشده. تصاویری که ما توی ذهنمون میبینیم مادی نیستن. اونا به دلایل نامعلومی ایجاد میشن و به دلایل نامعلومی تغییر میکنن. ما توی این ویدیو و ویدیوهای قبلی این سری گفتیم خیلی از توهمات به دلیل بیماری یا ضربه روحی به وجود میان. اما همیشه اینطور نیست. مثلا زیاد پیش میاد که بچه ها تا سن 7 سالگی همبازی هایی داشته باشن که واقعی نیستن. اونا با همبازی های موهومی خودشون که گاهی حتی اسم هم دارن بازی میکنن، باهاشون غذا میخورن و باهاشون دعوا میکنن. گاهی پیش میاد که این کودکان نمیتونن فرق بین واقعیت و خیال رو درک کنن و معتقدن همبازیاشون بسیار واقعی هستن. سوالی که اینجا پیش میاد اینه: فرق بین توهم و تصورات چیه؟ خیالات از کجا به توهمات تبدیل میشن و توهمات چرا و چطور توی مغز ایجاد میشن؟ برای این سوالات جوابای زیادی وجود داره. ما توی ویدیوهای بعدی بازم به موارد دیگه ای از توهمات میپردازیم. اگه از این ویدیو خوشتون اومده اونو با دوستاتون به اشتراک بذارین و کانالمونو سابسکرایب کنین. مرسی از منبع عظیم انرژیتون و اینکه اونو به اشتراک میذارین.